رسول الله خودش میگه اولین کسی که دروازه فاقرعها، حدیث آمده، کسی است که اولین کسی که دروازه بهشت را دق الباب میکنه اومه هست. انا اولین کسی که دروازه بهشت را دق الباب میکنه، تک تک میکنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه دروازه بهشت که دق الباب میکنم، حتی از حلقهش میکنم. در لفظ حدیث آمده که خود دروازه جرنگ جرنگ میکنه. شما شاید در ذهنتون نبگذره که دروازه خانه ما تو خود بود، یا قصر خانه ما تو خود بود، یا قصر فیشنی و بلند منزل ما تو خود بود. نه در ذهنت خطور کرد، نه با چشم دیدی و نه با گوش شنیدی. لا خطر على قلب بشر، در قلب بشر تا به حال چیز خطور نکرده. به هر اندازه‌ای که نعمت‌های بهشت در ذهنت بیاری، فکر بکنه در موردش بشنم، از او بالاتر و بالاتر است که اصلا چشمت ندیده، گوشت نشنیده و در قلب بشر تا به حال خطور نکرده. پشت دروازه بهشت استاد استم، فیقول الخازن، خازن بهشت میگه، و کسی که دروازه بان بهشت هست، من انت، تو کیستی؟ فاقول محمد، من محمد هست. چقدر متواضعانه، فقط امینم، فقط اقول محمد، محمد هستم. و ملک از او طرف میگه برای من هم امی تو دستور داده شد که تا زمانی که محمد پشت در نماده دروازه باز نمیشه، صلی الله علیه و سلم. رسول الله می فرماید نحن الاخرون الاولون یوم القیامه، نحن الاخرون الاولون یوم القیامه، ما آخر هستیم در روز قیامت. اول اول خود پیامبر، بعد از امت پیامبر. اگرچه امت پیامبر آخرین امت هست، ولی اولین کسایی هستن که در بهشت داخل میشه، چرا که رابطه اینها با بهترین پیامبر هست، رابطه اینها با محبوب خدا، خلیل الله متعال که رسول الله هست، با او هست. ادامه حدیث میگه و نحن اول من يدخل الجنه، و ما کسایی هستیم، اولین کسایی هستیم که در بهشت داخل میشیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه تعداد درهای بهشت، دروازه های بهشت، روایات زیادی آمده. بخاری و مسلم نقل کرده حدیث را، فی الجنه ثمانیه ابواب، بهشت هشت در داره، هشت در، یعنی هشت دروازه داره. ابو هریره میگه که میان یک چوب و دیگه چوب دروازه بهشت فاصلهش میفهمین چقدر است؟ رسول الله بیان کرده که فاصله مکه و بصره، یا مکه و بصره، در حدیث آمده فاصله یک دروازه بهشت تا دیگه دروازه، یا یک لنگهش تا لنگه دیگه، یا چوبش تا چوب دیگه. در یک روایت آمده که 40 عاماً، مسیرت 40 عاماً، 40 سال. ولی روایت را بعضی ها کم ضعیف کردن، گفته ضعیف هست. این روایت دیگه که در این قسم یک روایت دیگه هم وارد شده که روایت را محکمتر می سازه، اوی هست که رسول الله گفت فاصله یک لنگه دروازه بهشت تا دیگه لنگهش فاصله بصره و مکه هست. دیگه روایت آمده ترمیزی نقل کرده ایره که فاصله یک لنگه دروازه بهشت تا دیگهش به اندازه ای است که یک سوارکار تیزرو که بالای یک اسب سوار باشه این مسیر را در 3 روز طی کرده میتونه، در 3 شبانه روز. امی حدیث با این حدیث خوب ترب داره که دیگر محکم میسازه فاصله این مکه و بصره، میتونه که کسر با سرعت اسب خود که فاصله این مکه و بصره را طی کنه. و رسول الله میگه که روزی که مردم به بهشت وارد میشن، در مسیر بهشت، راهای بهشت سخت ازدحام میباشه. از این معلوم میشه که خیلی مردم میرن. شما دقیق هستین، هشت دروازه و در هشت هشتش امیتو بروبار، فاصله ایشون مکه و بصره و 3 روز ای دو لنگه ای دروازه بهشت با هم فاصله دار. حالا ما در دروازه که داخل میشم اگر منتظر میمونه که باش دیگه نفرها بیرون شود، باز من بیرون میشم. اما اون مسیر دروازه ای که باز میشه به اندازه 3 روزی که یک اسب تیز رو ایره تی کرده نمیتونه، و بالاخره بعد از 3 روز شاید به مون جای خود یک دروازه تا دیگه دروازه رو برسه. کسی که نماز را درست ادا کرده، یک انسان خوبی بود، در نماز خیلی پابند بود، از دروازه یک مختص به نماز گذارا هست، از او دروازه داخل میشه. دقیق متوجه باشه. صائمین، روزدارها از دروازه روزه داخل میشه. کسایی که مجاهدین فی سبیل الله بودن از راه جهاد دروازه جهاد داخل میشه. و کسایی که در صدقه خدا به خدا خیلی نزدیک کردن از دروازه صدقه داخل میشه. یک روز رسول الله از این دروازه ها یاد میکرد، از دروازه های بهشتی، دروازه ریانی، دروازه فلان، دروازه فلان، دروازه ها را نام برد. ابوبکر سوال کرد، گفت یا رسول الله، ابوبکر رضی الله عنه،
دقیق متوجه باشن، اگر در خانه تان پسر پیدا شد یا محمد نام گذاریش کنی یا ابوبکر، بهترین نام ها هست. ابوبکر میگه، میگه یا رسول الله، او تو کسی هست که از هر هشت در بهشت به سوی صدا کنه؟ گفت آه بله خودت هستی. ابوبکر میگه، گفت من یه امید دارم که خودت از اونها باشی، یگانه کسی که روز محشر در بهشت از هشت در سرش صدا میشه ابوبکر صدیق هست رضی الله عنه، چون ای در هر موقعیت اول نمره بوده، در هر موقعیت، در باب نماز، در باب صدقه، در باب جهاد، در باب هر بابی که دروازه میخواد تقاضایش هست این کار رو انجام داد. یک روز ابوبکر می تو سوال کرد رسول الله، بعد از نماز صبح روی خود رسول الله به طرف اصحاب کرد، گفت این عمل را کی انجام داد؟ کی به جنازه اشتراک کرده؟ کی میت را تدفین تجهیز کرده؟ کی صدقه داده؟ کی عیادت مریض کرده؟ در هر کدومش ابوبکر میگفت ما یا رسول الله، ما یا رسول الله، ما یا رسول الله. هموست که رسول الله میگه ابوبکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علی فی الجنه رضی الله عنه، اینها در بهشت هست. اینها که دروازه بهشت داخل میشن، خزانه‌دارهای بهشت یا دربانای بهشت برشان میگه آیت قرآن کریم از سوره زمر آمده، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام به شما باشه، سلامتی به شما باشه، سلام علیکم بما صبرتم، سلام باشه به شما به سبب او چیزهایی که شما صبر کردین، آیه قرآن کریم است، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، داخل شوین خالد و جاوید و برای همیشه جا باقی هست، همیشه جمی باشه.